واقعیتش این که الان خیلی ها زمین خوردن از نظر اقتصادی و باید مواظب باشیم نون زمین خوردن دیگران رو نخوریم دیگه. حواسمون باشه که هممون کاسبا، صابخونه ها، صاب مغازه ها، صاب کارها مراقبت بکنن. من دو تا مجموعه کار میکنم، دو سه تا مجموعه، یه نفر رو هم اخراج نکردن، با اینکه میدونم اون سابکار خیلی بهش فشار میاد، از نظر مالیش درآمدی نیست، کلی بدهکاری، ولی هم ایدی کارمنداشو داد، هم حقوقشون رو داد تا اونجایی که اومده بودن. و امسال هم انشالله اگه این کرونا تو جهان، مشکل جهانی انشالله حل بشه، کار را بیفته، دوباره همه اونا سر کارشون هستن. از یکی دو ماه دیگه من فکر میکنم یه دست خانواده ایرانی حتی به مشکل معیشت میخورن، اونایی که دست فروش بوده، طرف درآمد روزانه داشته، کارگر روزمزد بوده، اینا پسندازی هم ندارن. با این وضع چجوری میشه پسنداز کرد؟ ما که این همه این ورون ور بودو کار کن، پسندازامون انقدر خنده داره که اگه یه ماه دو ماه درآمد نداشته باشیم مال ما هم تموم میشه. یعنی میخوام بگم که ایشالله خیلی مواظب هم باشیم. ایشالله یه خود گپ میزنیم امشب هم تقسیم بندی زمانی رو یه جوری دیدی سیه؟ من انقدر گریه کردم این فیلم آخرش، خیلی خوب بود. خیلی خوب، من پس یه توضیح میدم و شروع میزد وجود آدم. آره آفر، شروع کنیم راجبش حرف بزنیم. آره پس شروع کنیم، طبق روال بریم زمانمون هم مدیریت میکنیم که بخشای مختلفی داشته باشیم. دیشب گفتیم که فانتن اگر تقابل درخت علم و درخت دانش و درخت حیات بود، امشب به راحتی میتونیم درباره فلت لاینرز یه جمله بگیم که به نظرم تک جمله فیلم این بودش که از مکافات عمل غافل مباش. یعنی فیلم دو بخش داشت، بخش اولش بسیار جذاب بود، یعنی مثلا دو تا فیلم شد ازش درآورد. بخش اول اون حس کشف و آندروفینی که انسان‌ها دارن، یکی از لذت بخش‌ترین چیزی که هر انسان داره کشف کردنه. شما تو باشگاه بدنسازی که میری وزنه 5 کیلویی که میزنی، دوست داری 7 کیلویی بزنی، دوست داری 10 کیلویی، چون مدام آندروفین تو مغزت ترشح میشه و این لذتی بهت میده کشف کردن که حد نداره. بخش اولش لذت کشف کردن یک چیز بسیار ناشناخته ایه که 4 تا جوان سراغش میرن که خیلی خوب در آورده و من اصرارم بر این بود که نسخه 1990 رو ببینید. چند تا دلیل داره، یکی که هم ریتمون بالاتر نسبت به این جدیده، همین که فراتر از اون من هنوز خیلی نسخه های بازسازی موفق یادم نمیاد، تک و توک داریم نسخه بازسازی تو سینما بهتر باشه. من اونو لااقل دیده بودم، اینو ندیده بودم، به خاطر این اونو گفتم. این بخش اولشه و بخش دومش که دیگه به نظرم اوجشه، اونجاییه که به نظرم تو خیلی گری کردی، احتمالاً متوجه به زاغی که از شما میشناسم میرسه، یه جور که واقعا هر کاری که کردی داره جلو چشت میاد، هر نوع عملی که کردی و چند تا مفهوم زیبا مثل حلالیت خواستن، کفاره دادن به زبان سینما داره. آره یه چیز خوب توش داشت. ببین تو بچگی یه بچه‌ای رو آزار داده بود و اون بچه مرده بود، خب، و این ببین اونی که داشت کتکش میزد، این در از خودش رو نبخشیده بود، میدونی؟ خودش رو نبخشیده بود و تصمیم گرفت بره صحنه رو عوض بکنه. اون تیکه‌ای که افتاد زمین و اون بچه بهش لبخند زد، یعنی بخشیدش. ببین یه چیزی به شما بگم، ما بالاخره این پرده ها از جلوی چشم کنار میره، ما میریم حقیقت رو اونور میبینیم. همینی که توی قرآن میگه یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. خیلی تیکه است این، خیلی تیکه عجیبیه. ببین تو سوره یاسین میگه یه شخصی، خب 3 تا پیامبر اومدن، 2 تا پیامبر اومدن برای اون منطقه شون، که قرآن به احترام این شخص به اونجا میگه شهر، با اینکه اولش میگه وجا و اولش میگه که چیز کردن قریه، اول از با نام روستا ازش نام میبره. خب میگه 2 تا پیامبر رفتن توی قریه‌ای، خب بعد اتفاقی که میفته میگه که وقتی قضیه این مرد آدم حسابیه میشه، یه دفعه قریه رو میگه مدینه، میگه شهر، این که میگیم شرف المکان بالمکین. ببین توی این سوره یاسینه.
ببین یه چیزی داریم تو سوره بلد میگه لا اقسم به هذا البلد، بعضی اومدن میگن لا اقسم به هذا البلد، لامش و لام زائد میگیرن میگن اتفاقا میگه اقسم به هذا البلد، یعنی نفی نمیگیرن لامو، میگن اقسم به هذا البلد، قسم میخورن به این شهر که تو درون اون شهر هستی، که منظور از اون شهر مکه است، این سوره مکیه. ولی بعضیا میگن نه آقا لام زائده نیست، به معنای نفیه، لا اقسم به هذا البلد، من به این شهر قسم نمیخورم. چرا؟ در حالی که و انت حل به هذا البلد، تو داخل شهر باشی من به شهر قسم بخورم؟ چرا؟ شرف المکانه بالمکی، وقتی تو باشی به تو قسم میخورم. میدونی هیچ مکانی از انسان بالاتر نیست که. اینی که من یه اشکالی دارم به این دوستایی که میان میگن که بله مثلا حضرت عیسی سلام الله علیه وقتی خانم حضرت مریم سلام الله علیها به ایشون باردار بود و خواست بره وارد بیت المقدس بشه، بهش گفتن از بیت المقدس برو بیرون و اونجا زایمان نکن، و رفت در یک پناه کوهی اونجا زایمان کرد. بعد بعضی ها اینو میگن که بله بیت المقدس جای مقدسی بود و حالا مثلا اینجا جای زایشگاه نیست که بچه توش به دنیا بیاد. این چه حرفی میزنید؟ خاک پای حضرت مسیح از بیت المقدس بالاتره، انسان اشرف مخلوقات، اونجا یه مکانه برای محل توجهه. اگه بهش میگه از اینجا برو بیرون، علتش اینه که کسایی که اونجا حاکمن اگه تو اینجا وضع حمل بکنی تو رو تکفیر میکنن، میکشنت با بچت. اون کاهنا، اون کاهنانی که اونجا بودن، خب اونا رحم نمیکردن به حضرت مریم، میگن تو توهین کردی به بیت المقدس، اینجا زایمان کردی. وگرنه یعنی چی که مثلا بیت المقدس از مسیح بالاتر؟ مگه میشه همچی چیزی؟ خاک پای حضرت مسیح از بیت المقدس بالاتره. بله. نه توجه ندارن که شرف المکانه بالمکه. حالا تو سوره یاسین این یه داستانی رو میاد نقل میکنه، میگه که بذار براتون بخونم، خیلی این خیلی جذابه. میگه وضرب لهم مثلا اصحاب القریه از جاء اهل مرسلون، میگه براشون داستان مردم اون روستایی رو بگو، قریه ای رو بگو که براشون دو تا رسول فرستاد. آره، پیامبرانی براشون اومدن، بعد اومدن و گفتن که ما چیزی نیستیم، ما بشری هستیم. اینا بهشون گفتن که شما بشری مثل ما هستید به پیامبرا، و خلاصه این حرفایی که شما میزنید و خدا برای ما نفرستده، شما دروغگویید، اینا رو تکذیب خودتون کردید. آره، بعد اونا گفتن که خدا میدونه که ما فرستاده خدا هستیم و ما علینا الا البلاغ المبین، ما کاری نداریم با شما، یعنی ما طمعی به چیزی نداریم، ما نه از شما پول میخوایم نه مقام میخوایم، ما کاری با شما نداریم، ما فقط میخوایم خیلی روشن یه سری مطالب رو به شما بگیم، تصمیم گیری با شماست. میدونی هیچ پیامبری نیومده بگه آقا حکومت رو بدید به من. شما نگاه کن حضرت موسی وقتی میره پیش فرعون نمیگه تو لیاقت حکومت نداری، میگه عادل باش. میدونی حضرت یوسف میره کنار عزیز وای میسته، میشه عزیز مصر، کنار حاکم وای میسته، میشه مشاورش، نمیشه حاکم. گوش میدی؟ میخوام بگم پس اصلا دنبال این ریاست نیستن، دنبال قدرت نیستن، دنبال پول نیستن، حتی دنبال تشکر هم نیستن. میگه من اومدم یک پیشنهاد خوبی دارم، پیشنهادمو میگم میرم. ها خیلی روشن، ولی بدون لکنت زبون، بدون ایراد، میدونی؟ بعد میگه که بعد حالا مردم انکار میکنن و این حرفا، بعد میاد میگه و جاء من اقصى المدینه رجل، بعد میگه از دور دست شهر، تا دو دقیقه پیش قریه بود، حالا بهش میگه شهر، میگه به احترام این آدمه دیگه نمیگه یکی از انتهای روستا اومد، میگه از انتهای شهر یک کسی اومد. بعد اصلا داستان دیگه داستان پیامبرا نمیشه دیگه، دیگه داستان این شخص میشه که وجاء من اقصى المدینه رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین، گفت مردم از اینا تبعیت بکنید، اتبعوا من لا یسالکم اجرا و هم مهتدون، اینا که از شما مزد نمیخوان که، اینا هدایتگر شما، چیزی از شما نمیخوان که. بعد گفت شتون شده که عبادت نمی کنید اون کسی که شما رو خلق کرد و به سوی او شما حرکت می کنید، آیا غیر از اون خدایی برای خودتون انتخاب کردید؟ این حرفایی که این شخص به اونها می زنه، این آدمی که اهل همون روستاست. بعد میگه خود منم در گذشته در یک گمراهی روشنی بودم، خود شخصه ها،
خیلی قشنگ میگه من خودم هم در گذشته در گمراهی روشنی بودم، اما من ایمان آوردم. شما هم گوش کنید به حرف اینا، گوش بکنید. ببین توی روایات داریم که این شخص و مردم میکشن به بدترین شکل، داره حرف میزنه، قرآن داره داستان رو نقل میکنه. ببین چه خوشگل نقل میکنه، میگه این شخص اومد گفت از اینا تبعیت بکنید، اینا چیزی از شما نمیخوان. من خودم قبلا در یه گمراهی روشنی بودم، منم هدایت شدم و به حرف اینا گوش کردم. یه دفعه میگه قیلت خل الجنه، ما به این شخص گفتیم وارد بهش شد، چون کشتنش. به احترامش جنایت قومش رو نمیگه. چرا نمیگه؟ ببین یارو مرده، کی کشتدش؟ قومش. اما پای اونا وایساده. قیلت خل الجنه، بهش گفتیم وارد بهش شو. قال، گفت یا لیت قومی یعلمون، وایساد گفت کاش قوم من میدونستن، همونایی که کشتنش. به ما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. من حرفم اینه، ببین آدم خوبا دنیا رو چجوری میبینن میتونن اینجوری باشن. امام حسین واقعا دنیا رو چجوری میبینه که توی بالاترین مصیبت ها قرار میگیره، هان زن و بچهش جلو چشش به اسارت دارن میرن، عزیزانش رو از دست میده، بعد نه آدم های معمولی. ببین اینایی که دور امام حسینن بی نظیرن، رفیقای بی نظیر، برادرای بی نظیر. و بعد ببینی که این آدمه به هم نمیریزه توی مصیبت ها، به هم نمیریزه از سیری که داره میره. من یه چیز جذاب بگم، این فیلم مارمولک درست شده بود، میخوام بعدش صحبت کنم. فیلم مارمولک آقای کمال تبریزی درست کرده، خب فیلم جذابی هم بود دیگه، باعث شده بود که به آخونده سیگنال نشون بدن و ما کلی اونجا رفیق پیدا کردیم سر همین فیلم. طرف میگه مارمولک، ما گفتیم نوکرت، هم رفیق میشدیم با طرف. من پیش یکی از علمای قم بودم، بعد بهش داشتم به قول تو داشتم مخالف خونی میکردم، گفتم آقا ببین فیلم ساختن مسخره کردن روحانیت و فلانا. گفت نه خیلی فیلم خوبیه، اولا تو حکومتی که آخوندان ساخته شده پس میشه انتقاد کنی اینکه خوبه. خب میدونی اون وقت فضا خیلی بسته تر بود نسبت به الان، اصلا نذاشتن یه جاهای اکرام بشه، تو خود قم نذاشتن فیلم اکرام بشه. بعد گفت خیلی فیلم خوبیه و بعدم داره یه نقد جذاب میکنه، بعدم اصلا به نفع روحانیت ساخته، داره میگه این لباسه طرف آدم. همین داشت فیلم تعریف میکرد، توی خیابون دور شهر قم، خیابون فاطمی داشتیم میرفتیم ما، آقا یه موتوری رد شدن، دو ترک، دو تا از این بچهای مثلا چیز بودن، این جوونایی که ما میگیم بهشون شمل، میگیم مثلا شمله طرف. شمل یعنی چی؟ ببین یه اصطلاح قومیه، خب نمیدونم شما چی بهش میگید، مثلا بچه لات، مثلا لاتی کرده طرف، بچه هست مثلا ادعا لاتیش میشه و میگه آقا شمل میاد، شما میگید قیف میاد، چی میگید؟ یه چیز اصطلاح اینجوری داریم، ما میگیم شمل میاد. بعد رد شدن با یه لحن بدی، یکیش گفت مربولک، حالا من لباس شخصی بودم، حاج آقا با لباس روحانی بود، داشتیم سوال میپرسیدیم. ببین من تا اینو گفت زل زدم تو چشاش، ببینم تغییری میدونی، یه نظرش عوض نمیشه یارو بهت مثلا، دیدم انگار نه انگار، یعنی اصلا انگار هیچ اتفاقی نیفتاده، همینجوری داشت به تعریفش ادامه میداد که نه فیلم خوبیه، فیلم درستیه فلان. حالا میخوام بگم یه عده یه جوری تو این عالم نگاه میکنن و فکر میکنن که یه سری اتفاقات اونا رو به هم نمیریزه، ما باید ببینیم اونا چه جوری فکر میکنن. الان تو این اتفاق کرونا یه سری یه جوری ترسیدن، میدونی خود ترسه داره میکشه. بله. این طرف یه ترسی گرفتدش، تب معمولی میکنه، فکر میکنه کرونا گرفته، بدن درد میگیره. شما میدونی ما یه چیزی داریم به اسم تمارس، یعنی طرف مریض نیست، خودشو میزنه به مریضی. یه چیزی هست، طرف مریض نیست ولی خودش هم نمیدونه مریض نیست، تمام علائم مریضی رو داره. ببین مورد داشتیم، دختره فکر کرده حامله است، حتی شکمش برآمده شده، حامله هم نبوده، تمام علائم حاملگی، حالا اصطلاح علمیش نمیدونم چیه، که طرف مریض نیست ولی خودش فکر میکنه مریضه، خب و تمام علائم مریضی رو میده، ممکنه تو این مسیر حتی تلف بشه بیچاره. الان ملت تب میکنن میگن کرونا گرفتی، بابا اینقدر که شما تو الکلید اصلا کرونا شما رو ببینه اون حاضر نیست با شما مسافه کنه، عدول ول میکنه میره، تمام زندگی اون با الکل میده، الکل و وایتیس رو میریزن ضد عفونی و چی رو میدینی. من میخوام بگم توی اتفاقات اینجوری چیکار کنیم به هم نریزیم، راجب این باید صحبت کنیم. تو فیلمه چی حال منو خوب کرد؟
اینکه طرف قبلا که وارد فیلم بشی دو تا کامنت برات بذارم. بگو. درباره فیلم مارمولک بگم و این بحث ترسی که گفتی. اولا اینکه بعضیا مارمولک خیلی فیلم خوبیه، هرچند که خب یه نسخه کپی برداری شده است دیگه. یه بله مثلا بله. کپی خوب، کپی خوب هیچ ایرادی نداره. یه فیلم شامپن و رابرت دنیرو با هم بازی میکنن، اگر اشتباه نکنم، یا دمی موره و به اسم ما فرشته نیستیم. یه کپی، ولی دو تا کشیشن یادم. آره دو تا کشیشن. آره من یه بار با منوچهر محمدی و خدا بیامرز علی معلم و یکی دو نفر دیگه، ناصر هاشم زاده، سه چهار تا از اهالی سینمای برنامه‌ای می‌ساختم 180 درجه که هیچ موقع برنامه پخش نشد. یکی از چیزایی که هنوز حسرتش تو دلم بوده، چون خیلی بحثای خوبی بود. منوچهر محمدی میگفت من مارمولک رو که ساخته بودم تو دفتر یک مرجع تقلید رفته بودم پشت فیلم، انقدر بد گفته بودن که گفته بود اگر این تو قم اکران بشه من فتوای فلان میدم و این حرفا، و فیلم اکران نشد و دو ماه بعد به من زنگ زد. من رفتم اونجا و بنده خدا اسمش هم نمیاری، میگفت داشت گریه میکنه، میگفت چقدر این فیلم خوبه، چقدر فیلم دینیه. و حرف شبیه به همین حرفیه که ما یک چیزهایی به صورت پیشفرض میترسیم و اون ترسه به قول تو حاملمون میتونه ما رو به یک سمتی بره. ما میترسیم که قدسیت روحانیتی که برای خودمون ساختیم بشکنه، در صورتی که الان 10 سال 15 سال چند سال از مارمولک گذشته، 20 سال گذشته، ترسی ازش وجود نداشته، اصلا ترسی وجود نداشته، قدسیتی وجود نداشته که ما اون موقع اونجا براش ترسیدیم. این کامنت یک مارمولک. دو اینکه بریم اون فیلمه رو، دو تا چیز دورش بگیم. سید من یه چیزی توش کشف کردم، میخوام ببینم این بخشش رو دقت کردی سید. یه پیرزنی تو فیلم کاشته بود که این داشت میمرد، 80-90 سال، 100 سالش بود. و اگر دقت کنی چیزی که شاید اصلا تو فیلم مره من از همه چیزهای دیگرش دینی تر اومد این بود. ما از امیرالمومنین فکرم روایت داریم که میگن هرچی سن میره بالا طول آمال انسان بیشتر میشه. آمال به معنی آرزوها. ها میگو من شنبه دفن نکنی گرونتره. آفرین میگو من شنبه. طرف 90 سالشه، داره لحاظ اقتصادی برنامه میچینه برای آیندهش، چون میخواد پولاشو. هرچی سن میره بالا، یارو 7 سرطان داره، 90 سالشه، داره میگه اگه این کارخونه بفروشم بذارم تو اون حساب بانکی اونجوری کنم. میگه دسته که جوونا اینجوری نیستن. خیلی نکته جذابی بستگی داره ها، بستگی به جوونی داره ها، بستگی به رشد داره. من پیرمرد سخاوتمند زیاد دیدم، یا پیرزن بله. سخاوتمند بله. خدا رحمت کنه جا... یه دایی داشت پدرم و اون یه همسری داشت، توران خانم. چقدر این زن بزرگ بود. بعد ببین ما توی روستا یه چیزی داریم، بذار اینا رو بگم برات جذابه. بگو. ما تو روستا کارای، چون کارا همه دستیه و مثلا باید بری بیل بزنی، نمیدونم برای همون سیب زمینی کاشتن، تنباکو میکاشتن توی روستای ما همون خونسار. بعد تنباکو ریشاش که بیمونه، ریشاشو باید بری دراری زمین رو دوباره شخم بزنی، کار سختیه، با دست باید انجام بدی، تیغ داره، امکانات هم کم بود و اینا. ما هر کسی از پس کار زمین خودش بر نمیومد، میگفتن مرد میگیره، کارگر میگرفتن از هم. مثلا ما میرفتیم کمک دایی پدرم مثلا میخواست کار بکنه، بچه بودم من. بعد میگفتم مثلا فلانی امروز مرد فلانی میشه، یه مزدی هم میدادن، بعضی وقتا غذا میدادن، مثلا یه در حد، در این حد. من بچه بودم رفتم برای دایم کار کنم، حتی واقعا بیخ تنباکو میکندیم، حالا این خونسری ها میشتون کیف میکنن اصطلاحاتو. بعد موقع ناهار شد اومدیم خونه، من اومدم خونه بیبی خودم، خونه ماما بزرگ خودم، خونه بابا عبدالله اومدم. بعد بچه هایی که کار میکردن رفتن خونه دایی نهار بخورن دیگه، چون مرد او بودیم، نهار او باید ما بده مثلا. بعد اینا دیدن که میگه مثلا حسن کو، میگن که حسن رفته خونه بابا عبدالله. من دیدم پا برهنه دویده اومده که این بچه حق نداره غذا بخوره، این مرد من بوده، باید خونه من غذا بخوره. بعد ببین یه زنی داشت، توران خانم، بی‌نظیر بود این زن، از تمیزی، از سخاوت، میدونی؟ آره. خاتون بود. میخوام بگم عمومیت نداره. اما عمومیتش سید، یه بچه 5 ساله از دنیا فقط یه اسباب بازی میخواد، یه ماشین. خب یادش میاد. یه بچه 12 یادش میاد. همون هم نمیخواد. ما هر چی میگیم بالا میشه ولش میکنیم. ما خرابش میکنیم. ما خرابش میکنیم. به قول یه کسی میگفت ما جاهل به دنیا میایم، بعضی با تربیت شما رو احمق هم میکنن. یعنی با بی تربیت کردن ما. یه استادی
یکی از بچه‌ها بهش گفت که آقا برای تربیت بچه چیکار کنم، گفت تو بی تربیتش نکن، نمیخواد تربیتش کنی. مثل اینایی که میان میگه که مثلا آقا چی بخوریم لاغر، یارو میگفت حرف زدن بلد نیستی، با خوردن آدم لاغر نمیشه، چی بلدی. آره یارو میگفت حرف بگم... زدن بلد نیستی، حرف نزدن که بلدی. آفرین آفرین. میخوام بگم این عمومیت، ولی به یه چیزیش دقت کن، دختره اومد برای پیرزنه تعریف کرد که اونور جای خوبیه، و بعد که خودش رویه کابوسی دید پشیمون شد، اومد بهش بگه جا خوبی نیست، اومد دید مرده و فکر کرد که اون با یه اندیشه غلط مرده، ولی وقتی خودش با اون عذاب وجدان کودکیش کنار اومد دید نه واقعا اونور زیباست و مرگ اتفاق زیباییه. میدونی هر چهارتاشون به این جنبندی رسیدن که مرگ زیباست نهایتا. آفرین. آره. مرتضی چیز نکته خیلی جذابش بخشش اون بچه است که مرده بود، اون چرا باید اینو ببخشه، اون چی دیده که بخشیده. میدونی نکته جذابترش اینه که سخت‌ترین کسی که بخشید اون بود. ببین یه کسی یه سیاه‌پوست هم بود که خیلی راحت تشکر کرد، گفت من حلالت کردم، من به زبان خودم میگم، و رفت و تموم شد. اون کسی که از همه سخت‌تر بخشید همون نفر آخری بود که جنبلش شد. سخت نبخشید، این خودشو سخت بخشید. یه چیزی نکته آره، دوم. دقیقاً. نکته دوم ببین چیه داستانش. اون از دنیا رفته، اونجا چی دیده که تونسته ببخشه؟ ظاهرش اینه که تو این هستی انداختی، سرنوشت اینو عوض کردی، خودت نمیدونی با سرنوشت این چیکار کردی. اصلا طرف رفته، همین قبل از لایو ما ساعت 9 لایو چیز بودم، مجید خسرو انجام، بعد مجید یه چیزی توضیح میداد. آره میگفت یه کسی بود که شاگرد اول دانشگاه بود و یه پولی داده بود به یکی باش کار کنه که کرایه خونه‌شو بده، طرف پول اینو خورد، این مجبور شد بره سر کار، از اون کارش افتاد و ولی رفت توی دنیای دیگه. یعنی یه اتفاقی افتاده، سرنوشت این عوض شده. حالا این چجوری میتونه ببخشه؟ چی میبینی که میبخشی؟ میدونی مثل چی میمونه؟ آقا شما یه پرس قضا دستته، خب بعد یه کسی از شما میگیره میره، خب و شما الان ناراحت که آقا قضا منو گرفتن، یه کسی میاد به شما میگه که چی شده، ما یه پرس قضا منو گرفته. فکر میکردی تنها چیزی که داره همین یه پرس قضاه، اندیشش این بوده که همین یه پرس قضا رو دارم و گرسنه‌ام، اینا من دزدیدم. میاد میگه که یه پرس قضا، بیا اینجا یه آشپزخونه غذا هست، هر چی میخوای هست، اصلا سفره براش پهن میکنه. بعد اون آدم فکر میکنه که تمام دارایی اینو دزدیده، عذاب وجدان میگیره، میاد بهش میگه ببین تو گرسنه بودی. میگه آقا اصلا مهم نیست. چطور مهم نیست؟ میگه بابا تو اونو بردی، یه آشپزخونهش اینجا بود. میدونی یعنی تو فکر میکنی جون طرفو گرفتی، هان تمام آرزوهاش انگار از بین بردی، اما نمیدونی که چی اونور بهش میدن. آقا یه چیز بذار یه جور دیگه بگم این حرفه جا بیفته. ببین من این مثال زیاد میزنم، شما به من بگو که آقا من آقا 10 میلیارد چک همین الان بنویس، یا هر کسی که اصلا یه کسی که داره بانک مرکزی یه چک رمزدار بیارن 10 میلیارد بگن آقا این مال شما، به چه شرطی؟ بگن ما یه سوزنیو ضد عفونیش میکنیم که هیچ میکروبی توش نباشه، نیم سانت میکنیم تو دست دختر شما یا تو دست پسر شما، بچه شما، خوبه؟ این نیم سانت هیچ ضرری هم نداره، خون میاد یه ذره دردش میاد دیگه، 10 میلیارد بهت میدیم. تو خودت باشی قبول میکنی 10 میلیاردو؟ فکر میکنی؟ 100 سال قبول نمیکنی؟ من مطمئنم نمیکنم، یعنی هیچ شک ندارم، من فکر نمیکنم هیچ مردی بتونه یه همچین کاری کنه، خیلی دیگه اوضاعش. آره اصلا چجوری؟ ولی همین خود من شب این بچه رو برده بودم بیمارستان توی قم، بعد نصف شب حالش هم خیلی بد بود و بردمش بیمارستان، تو ما توی شهرکی بیرون قم میشستیم دیگه، بعد بردم آقا اونجا و دکتری آمپول نوشت و گفت اینو بزن، حالا حال بچه هم بد بود. اومدم به این خانومه که آمپول زن بود اینا بهش گفتم خانومی آمپول بچه رو اینا، گفت من یه چایی بخورم. گفتم ببین من نمیدونم چقدر پول میخوای، من هر چی پول دارم حاضرم بهت بدم، این چایه رو بعدش بخور. ببین میخواست 2 سانت سوزن بزنه به پای بچه من، من حاضر بودم همونجا 10 میلیون پول داشتم بهش بدم که این کار زودتر انجام بده، بچه کمتر درد بکشه. خب چجوری حاضر شدی 2 سانت سوزن رو بکنن تو پای بچهت؟ تو که حاضر نیستی نیم سانت بره تو دست بچهت، تازه 10 میلیارد بگیری، حاضری 10 میلیون بدی 2 سانت سوزنم بزنم؟ چون مفیده براش، چون یه خیری توش داره. ما
باید قبول کنیم ما همه چیز عالم رو نمیدونیم. اگه خدا راضی میشه یه جایی خاری به پای بندش بره، خدایی که اینجوری بی نهایت بندش رو دوست داره که من وزن نمیتونم بدم برای، ببین نمیتونم بگم چقدر خدا دوستتون داره، اصلا وزن نداره. همین امام حسینی که تولدشه که ما خیلی دوستش داریم، خیلی آدم بزرگی میدونیمش، همین خدا حاضر شده قربانی بکنه واسه اینکه بشر فکر کنه، بشر فکر کنه راهشو پیدا کنه. میگم ببین چقدر میارزی که حسینو خرج فهمیدن تو کردم، میدونی بی نهایت هزاران هزار میلیارد خرجت کردم فقط بفهمی، میدونی. پس خیلی هر... حالا چی شده راضی شده خار به پای تو بره؟ ببین چی قرار گیرت بیاد که خدا حاضر شده این بلا سرت بیاد. میخوام بگم اینا رو اگه تو دنیا بفهمیم با مصیبت حال میکنیم، میدونی، چون داره با ما حرف میزنه دیگه. خدا با در و دیوار، یه فیلمی بود طرف رفت تو آینده بعد برگشت تو گذشته با کتابا با خودش حرف میزد، با کتابا علامت میداد. اسمش یادم رفت، یه فیلم خیلی جذابی نیستش. من الان اون آره، یه فیلم خیلی جذابی بود. طرف یه زمین، میدونی چی شده بود؟ مثلا میگفت که مال آینده بود فیلم، که محیط زیست و خلاصه ما نابود کردیم و طوفان‌های شن میومد، آقا کشت و زرع به این رفته بود، اتفاقی که داشت میافتاد و کرونا الان یه لطفی به بشر کرد، میزان تولید گازهای گلخانه‌ای انقدر اومده پایین، یعنی اگه یه سال فکر کنم این اتفاق ادامه پیدا کنه، این وضعیت قرنطینه ما آدما، طبیعت خودش رو یه دور آپدیت میکنه، یعنی یه سری گونه‌های گیاهی و جانوری که دارن ابی میرن دیگه ابی نمیرن. ببین ما چه بلایی داریم سر زمین میاریم. اونجا نشون میده زمین نابود شده، بادهای طوفانای عجیب غریب میاد، مردم گرسنن، خیلی عجیب غریبه. بعد طرف دنبال این که یک راهی پیدا بکنه بتونه بره یه سیاره دیگه، یعنی بریم عشان یه جا دیگه رو به لجن بکشیم، همین کره زمین رو نابود کردیم بریم یه جا دیگه. بعد تو کتابخونه میبینه که یه نفر تو کتابخونه داره به زبون مورس با کتابا باش حرف میزنه. بعد تو فیلم نشون میده که این بعدن سوار یک سفینه میشه و میره توی یک فضایی که از اون فضا برمیگرده تو خونه، یعنی میره تو آینده یه جایی برمیگرده به گذشته. حالا فیلم من ندیدم این فیلمو، این چیزا آره، که میگم یه ذره شبیه پیکی بود ولی این فرق داره. آره نه 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 نه، این فیلم نه. اصلا آره من ندیدم. راجب سفینه های فضایی و خیلی جذابه. آره. من میخوام به شما بگم خدا داره با این طبیعت با ما حرف میزنه، با اتفاقات با ما حرف میزنه، سردرد با ما حرف میزنه، زمین میخوری با حرف. امام صادق میگه خوردی زمین بشین فکر کن، حرف داره واسه تو. میخواستی بخوری زمین نخوردی بشین فکر کن، یه روایتی منصوب به امام صادقه. واقعیت عالم اینه، گرفتاری ها، مریضی ها، خسارت ها، پیشرفت ها، میدونیم تمام اتفاقات عالم دارن با ما حرف میزنن. اگه چشو گوشمون باز کنیم، آقای بهجت خدا رحمت کنه میگفت که چشو گوش داشته باشید به اذن الله در و دیوار معلمه، یه مورچه با تو حرف داره، میدونی؟ گفت قطره‌ای در جویباری میرود از پی انجام کاری میرود. ما به دریا حکم طوفان میدهیم، ما به سیل و موج فرمان میدهیم. ما فکر میکنیم هر موج میاد الکیک نیستش که. سید داشتی از امام حسین یه چیزی میگفتی، رشته بس عوض شد. من حالا چون داشتم پیگیری میکردم توش یه بحثی از امام حسین داشتی میگفتی که نه، گفتم امام حسین چیکار کرده که بالاترین مصیبت ها سرش میاد. چی میبینه تو این عالم که بالاترین مصیبت ها سرش میاد اما به هم نمیریزه، اکوره در نمیره، مسیرشو عوض نمیکنه، دار اومده فدای مردم بشه. چی میشه که امام حسین اینجوری میشه سید؟ آفرین، اینو میبینه. ببین وقتی من بدونم خدا، اولا ببین چند تا تیکه هایی از آخر آیات قرآنه، بهش میگم مغز آیه. خب مثلا میگه و هو به کل شیئن علیم. بابا اینی که مدیر عالمه همه چی رو میدونه، هم نامه نانوشته خانی، هم چی بود اون شعری بود برای بعد تو اول ابتدایی نبود، دوم ابتدایی بود. من میخوام جان حرفا رو بزنی. میخوام بگم ببین اون موجودی که مدیر عالمه عالمه، میدانه، هیچ چیز مخفی نیست، از درون تو هم باخبره، گذشته رو میدونه، آینده رو میدونه، حال رو میدونه، میدونه. این یک. دو، به شدت تو رو دوست داره، هان عاشق توه. ببین پیامبر فرستاده میگه رحمتا للعالمین، میگه اینو باعث مایه رحمت فرستادم، رحمتی وسعت کل شیء، آیه قرآنه.
میگه بال رحمتم رو باز کردم، هیچی از زیر بال رحمت من دور نیست، همه چیز عالم زیر بال رحمتمه. خب ممکنه ظاهرش رو ببینی غضب ببینی، باطنش رحمته، مثل تشر پدر مادر میمونه، مثل تیغ جراح میمونه، شکم تو داره پاره میکنه، غده سرطانی در میاره، این تیغ در دست طبیبه، تو دست زنگی مست نیست، مایه نمیخواد تو رو بکشه، میخواد تو رو زنده کنه، میدونی، حیات به تو بده، حیات طیبه به تو بده. پس ببین عالم عاشقه. خب بعد میگه وهو به کل شیء محیط، همه چیزم تو مشتشه، قشنگ میتونه مدیریت بکنه همه چیزو، عاشقت، عالم، بعد حکیم، حکمت سرش میشه، حقایق رو میدونه، بلده با چه راهی بره که تو به اون هدفی که میخواد. چون ببین بعضی ما رو دوست دارن، عاشق ما مثلا قدرت ندارن، مادره بچهش رو دوست داره، میمیره برای بچهش، عاشق بچهشه، خیر بچهش هم میخواد، پول نداره، علمش رو نداره کمک بچهش بکنه. یا خیلی وقتا ما دوست داریم علم نداریم، دوستی خاله خرسه میکنیم با بچه‌مون. یا وقتی علم داریم، دوستم داریم، امکانات نداریم. این وهو به کل شیء علیمه، وهو علی کل شیء قدیره، وهو به کل شیء محیط، عالم تو دستشه، دوستت داره، عاشقت، میتونه. خب به تو میگه ببین همه چیز تو مال من. یه روایت داریم، حدیث قدسیه، میگه عبدی اطعنی، بنده من اطاعت منو بکن، اجعلو که مثلی، یا مثلی میشی، مثل من، مثل من میشی. یا یه روایت دیگه داره میگه خلقت الاشیاء لاجلک، من همه چیزو واسه تو آفریدم، و خلقتو که لاجلی، تو رو برای خودم، تو برای من بشی، چون از او گشتی همه چیز از تو گشت، تو برای من بشی، عالم برای توه، ابر و باد و ماه و خورشید و فلک تو دست تو کار میکنن، به اذن تو کار میکنن، برای تو کار میکنن، اینا نوکرای تو میشن. من حالا اینو میخوام بگم، وقتی خیال خودتو راحت کن، میگه ببین همه چیز تو این عالم دست منه و من عاشق تو هم، نگران دیگه نباش، اصلا به آرامش میرسی. حالا امام حسین دنبال این هدفه که این سر رو به همه بگه. حالا به اونایی که اومده بگه دارن بهش سنگ میزنن، براش اهمیت نداره، چون عاشق همونام هست که دارن سنگ بهش میزنن، چون اونا رو خدا آفریده، وجودشون ها، میدونی، این یه پدریه، بچه‌هاش دارن بهش جفا میکنن، میگه پسرم نزن بابا، من دارم خیر تو میخوام. ببین خیلی عجیبه اینا، که اصلا از کوره در نرفته، اصلا به هم نریخته هدفشو. ما دیدی، ما یه وقت به یکی چیزی تعارف میکنم، برای من پیش میاد، مثلا طرف یه چیزی به من تعارف میکنه تو خیابون، اما دیشب رفتیم بعد لایو رفتیم پیاده روی، گفتیم خیابون هیچکی نیست، یه بجا ورزش بریم بالا و برگردیم تو معلم، بعد یه ماشینی ما رو دید، حالا شناخت، والا اونجور که من تیپ زده بودم، خودم رو نمیشناختم، میدیدم نمی چجوری ما رو شناخت، ما رو شناخت، فایستاد اینو، بعد گیر داده بود من شما رو برسونم. من سه بار گفتم عزیزم من اومدم ورزش، مثلا جای نمیخوام برم، تو منو برسونی؟ باز میگفت من شما رو برسونم. میگم قربونت، من اومدم پیاده روی کنم، به خدا بی خیال شو، میدونی طرف مثلا نمیدونه اصلا ما دو چیز مثلا، حالا این خوبیش بود که از کوره در نرفت این بنده خدا. من شده طرف بهم گفته آقای مثلا این شیرینی تر، من دوست ندارم آقا شیرینی تر، غیر از اینکه حالا ضرر داره، یه وقتایی تو رژیمم یا مثلا دارم ورزش میکنم، گیر داده مثلا شیرینی، و مثلا شیرینی، میگم عزیزم من نمیتونم، حالا یه دونه به خاطر من، میگم عزیزم من نمیتونم، اصلا میل ندارم. حالا خودتو لوس نکن، فکر میکنی کی دو نفر دولتو گرفتن مشهور شدی، فکر میکنی که ببین یارو اکوره در میره میزنه زیر همه چی. خب حالا این دیشب یه اکوره در نرفت، خیلی دکترم بود، خیلی هم تحویل گرفته. میخوام بگم امام حسین اکوره در نمیره، با اینکه بدترین بلاها رو سرش میارن. ببین به چی ایمان داره، چی رو داره میبینه. حضرت زینب یه سوال ازش میکنه شب عاشورا، بهش میگه چه خبره؟ میخواستم میدونی که عمر اسد شب عاشورا حمله کرد، کارو تموم کنه، میخواست بره ری دیگه. امام حسین بهش گفت دنیایی نیست زینب، همش آخرته. یه حکیمه آقا، یه حکیم ژاپنیه. خب یه جمله‌ای داره خیلی جذابه، میگه من دیشب خواب دیدم پروانم، صبح که بیدار شدم نمیدونم من پروانه‌ایم که خواب میبینم انسانم، یا انسانیم که شبا خواب میبینم پروانم. شما اگه درست دقت بکنی، دنیا مثل یه خوابه، چون کوتاهه، چون تموم میشه، اما وجود ما ابدیه. میدونی در عوالم دیگه ما سیر داریم دیگه، حالا نشاط داره، خلقت، سیر سلوک داریم، مسیرها داریم.
میخوام بگم تو این خواب دنیا، حالا شما فرض کن خواب دیدی و میدونی خوابی، دیدی تاره شده خواب ببینی بدونی خوابی؟ من یه بار خواب دیدم یادم بود که خوابم، بعد از یه بلندی رفتم بپرم ببینم چه جوریه. خیلی وحشتناک بودم، خواب پریدم. میدونی چون وسطا شک کردم که واقعا خوابم یا نکنه بیدار بودم اشتباهی پریدم. گفت طرف بالا ساختمون داشت کار میکرد طبقه پنجم از این چیزا، یکی بهش گفت که فلانی بچت مرد، مثلا گفت که حالا یه اسم مثلا حسن، گفت حسن بچت مرد، گفت دنیا دیگه به درد نمیخوره، پرید پایین. یه ذره اومد پایین تو هوا داشت میاد، فکر کرد گفت من اصلا بچه نداشتم. آره. بعد یه ذره اومد پایین گفت من اصلا زن نداشتم داشت میخوردم، گفت من اصلا حسن نبودم، چی دیگه بوده. حالا میخوام بگم وقتی تو بدونی خوابی دیگه نگران میشی چیزی ازت بدزدن ببرن، سفرتو بردارن، مثلا غذاتو بخورن، اصلا اهمیت داره دیگه، چیزی خواب داری میبینی و میدونی خوابی. شما اگه دنیا رو بدونی که واقعا هیچیش، الان کرونا چیکار کرده؟ فقیر و غنی رو نشونده تو خونه، اصلا داره یه دست میکنه عالمو. آقا الان پولدارا کجا رفتن عید؟ الان نوروز دیگه، بعضی سواحل قناری بودن این موقع ها، اونجا داشتن آفتاب میگرفتن، سواحل هاوایی بودن مثل ما تو سواحل کیش بودن، مثلا نمیدونم یکی تو بلاب کو، همه تو خونه ها مونیم. تازه اونی که همیشه تو خونه بوده الان هم تو خونه است، خیالش راحته. منی که همش بیرون بودم اینجا انگار زندانه بازم. یعنی اومده میگه که پولدار و فقیر یکی هستید. بشین بابا جون، آدم بشین سر جاد. یه ویروس اومده چقدر درس آورده با خودش، چقدر حرف آورده با خودش. من میخوام بگم دنیا رو کی جدی میگیره؟ ما جدی گرفتیم، اشتباه کرده، خب جدی نیست واقعا جدی. حالا یکی مثلا به ما فوش داد، خب چی میشه؟ یا آقای چند روز پیش کلی فوش واسه من فرستاده بود و تهدید و فلان، و یه ذره گفتم باش صحبت کردم، یه ذره یه نقطه گذاشتم یه جا که باش ادامه بدم. پریزا اومده پیام گذاشته که آقا من دو سه تا سخنرانی تو گوش دادم، مثلا نظرم عوض شد و منو حلال کن. بابا حلال، بابا مشتی، حالا مثلا چهار تا فوش هم به من ده، چی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ شما 90% دعواهایی که تو دادگاه هست برو ببین سر چیه. میدونی؟ بعد نگاه میکنیم. من یه چیزی بگم، یه آخوندی بود خدا رحمت کنه، یه دوستی بود، این سر یه داستانی خب با ما مثلا چیز شده بود، یعنی بدون اینکه با هم مثلا حرف بزنیم مثلا خوشش نمیومد از یه سری نظرات من دیگه، و فکر میکرد مثلا من مثلا اینجوری هم چجوری هم. این بنده خدا از دنیا رفت و بعد من رفتم مراسم ختمش رفتم، یکی از اقوامش به من گفت داداش اینو حلال کن، این پشت سرتو خیلی حرف میزد. گفتم واقعیتش الان نگام کن اصلا ناراحت نیستم ازش. بعد من از اون به بعد هر کیو میخوام حلال کنم فرض میکنم مثلا دنیا رفته، میگم اگه دنیا بره من حلال نمیکنم. میگم چرا بابا؟ میگم حالا که زنده است حلال کن، چه بعد بمیره تو حلالش کنی؟ حلال کن دیگه، چیزی نیست که. چون فوشو که داد اون، حرفو که اون زد، حالا مرده چرا میبخشیش؟ خب زنده بودم ببخش، پس معلومه مثلا اون حرفا اهمیت نداره. میدونی چی میگم؟ میخوام بگم که یه عده دنیا رو یه جوری میبینن که میتونن ببخشن، میتونن خوشحال باشن، میتونن به هم نریزن. من میگم بگردیم ببینیم اونا چی دیدن تو این فیلم. این عده به نظرم طبق خود روایت امام حسین آزادگانن. من چون امشب شب میلاد امام حسین بود، پا تو کفشت کردم سید، 3-4 روایت از امام حسین انتخاب کردم، جدا کردم که شیرین و باحاله. دعای عرفه رو رسما میتونیم پایان نامه امام حسین بذاریم دیگه، مانیفست اون ختم کلام امام حسین. میگه من خدایی رو که ندیدم نپرستیدم، یعنی و عبادت نکردم. این خیلی جمله درستی، اون خدایی که دیدم و پرستیدم. و اینکه جذاب ترین حدیثی که من تو این حدیثای امام حسین پیدا کردم، تقسیم بندی بندگان تو عبادت خدا، که الان من بگم تو میدونی دیگه، عبادت تاجران، عبادت بندگان، عبادت آزادگان. ابو عبدالله میگه که گروهی خدا رو از روی میل و رغبت به بهشت رفتن عبادت میکنن، که میگه این عبادت تاجر، مثل تاجرن دیگه. آقا این ذکر رو بگیم هورولین به اون میدن، اینو بگیم نمیدونم رسل به اون میدن، درخ میدن، حتی این هم توهمات ها. گروهی توهم خدا رو از روی ترس عبادت میکنن، از روی آتش دوزخ و جهنم، که اینا بندگان دوباره گرفتار توهم. اما میگه یک گروهیه، گروه آزادگان، اونایی که خدا رو به خاطر محبت و پرستشش، به خاطر اون شکرگزاری واقعیش عبادت میکنن، که اینا میگه عبادت آزادگانه، که این بهترین نوع عبادتیه که
وجود داره. من اینو انتخاب کردم. ببین داستانش چیه؟ اونی که داره تجارت میکنه در از خدا رو عبادت نمیکنه، داره کاسبی میکنه. داره کاسبی. الان دیدی الان بیزینسمنه. صدقه 70 نو بلا رو دفع میکنه. من 100 بار اینو گفتم. گفتم این دروغه این حرف آقا. صدقه یعنی من نمیتونم ببینم تو گرسنه ای. من نمیتونم ببینم تو گرفتاری. اگه واقعا به خاطر تو، به خاطر کمک به تو کاری کردم، اثر اون کار خوبی آفرین. میشه که بلاها همون دفع بشه. اما اگه اونی که میره صدقه میده بلا دفع بشه، در اصل مواظب خودشه، اصلا کاری با یارو نداره. دنبال خودشه، داره خودشو حفظ میکنه. نشانه های دانا اینه که سخن خودشو نقادی میکنه. آدمی که سخن خودش رو نقادی میکنه، سخنی که میشنورم نقادی میکنه. آقا تو نقد کن. اگر اینجوریه که اون پولدارترین آدم کره زمین که هیچ بلایی سرش نمیاد، روزی به تو 50000 تومان، 10000 تومان، 2000 تومان صدقه میدی، اون صبح صبح میشه چند تریلیارد میده و هیچیش نمیشه. آفرین. اینم یه روایتی از عبدالله که نظرم شیرینه. چند تا روایت خیلی خوشگل پیدا کردم که وقتمون خیلی کمه، ولی ازش بگذریم. بحث مرگمون رو سید ادامه بدیم. از فیلم چیزی دیگه نمیخوای بگی؟ چون من میخوام دو تا فیلم معرفی کنم که دو شب دیگه به نظرم جا داره درباره مرگ و ترس آره. از مرگ و جهان بعد از مرگ صحبت کنیم. داداش ببین فیلمه، اولا که اینا میخوام برم ببینم اون ور خبری هست و میبینن خبری هست، ولی ببین فیلم نام نویس احتمالا نتونسته اون ور رو توضیح بده، دوباره برگشته، یعنی نرفته جلو. دیدی دو دقیقه مثلا بالاتر مدتی که مدام 5 دقیقه بود، خب یا این آخریه دیگه 10 دقیقه موند که خودشو بخشید و برگشت. میدونی میخوام بگم تونست 10 دقیقه بره تو اون عالم، برای همین دوباره برگشت به دنیا که فلان کارو کردی برو علالیت بگیر. من میگم نه برو جلوتر. این که بهش نگفتن مردن که حالا تو یه کاری کردی رفتی مثلا بخشش بگیری، این که نشه. برو جلوتر ببین چه خبره، چرا ترسیدی؟ آقا رفتی یه کاری کردی بخشش گرفتی اومدی، خب جو اونجا بعد ادامه داره. اون بچه کجا رفت؟ اون بچه با اون سگه داشت میرفت، رفت کجا؟ پیش کی رفت؟ چی یاد گرفت؟ چی دید؟ اینا مهمه. ببین اینی که ببین بشر به این نتیجه رسیدی که بعد از مرگ خبریه، خبریه، اما چه خبره؟ یه تیکه داره تو دعای تو مناجات شعبانیه، تو مناجات شعبانی حضرت امیر یه که داره میگه که خدای تو دنیا با من خوب منو مدیریت کردی. خب مثلا میگه تو دنیا آبرو منو حفظ کردی، من تو آخرت بیشتر به آبروم نیاز دارم. اینو بیا بگیر. میگه من تو آخرت بیشتر به آبروم نیاز دارم. میگه تو دنیا تو خوب متولی خوبی بودی، چرا تو آخرت متولی خوبی نباشی؟ تو که تو دنیا متولی خوبی بودی، تو آخرت هم متولی خوبی هستی. من میخوام بگم دنیا رو نگاه بکنید، این خدایی که کهکشان ها رو خلق کرده، خدایی که دریاها رو خلق کرده، خدایی که این همه زیبایی درست کرده، خدایی که موسیقی رو درست کرده، خدایی که نسبت ها رو درست کرده، مادر درست کرده، پدر درست، رفیق درست کرده، خدایی که هنر آفریده، زیبایی آفریده، رنگ آفریده، این خدا آخرتش نباید جای قشنگتری باشه؟ با اینکه خیلی قشنگه سید، خیلی حتما. سید من هنوز مخالف خانیامو دارم و وقت نداریم، اگر نه مثلا یه مخالف خونی خوش. من حرفتو میفهمم و کلیت و روح حرفتو میفهمم، اما تو میبینی مثلا تو قرآن وقتی داره درباره همون آخرت صحبت میکنه، از خدا اینقدر قشنگ تعریف میکنه همه چی باحال و اینا، ولی من بنده یه موقعی الان تو این گفتگویی که با هم داریم خودم نیستم، من الان دارم زبان خیلی ها میشم که من دارم سوال میکنم. میگه که آقا از اون برم دارم از رو قرآن میخونم، میگه که فکیفت تقون این کفرتم یوم یجعل الولدان شیبا، چجوره تقوا پیشه نمیکنن از روزی که روز منظورش محشره، روز حشر، یوم روزی که بچه ها ولدان شیبا موشون سفید میشه. دیدی مثلا یه کسی یه آرزه بیش میاد تو جوانی سفید میشه، این اصطلاح آره. خب ببین نص دیگه میدونم توصیف قیامت توی قرآن چند مدل اومده. خب یه جایی هست که میگه یوم یفر المرء من اخیه فامه و ابی و صاحبته. ضمن من فیلمی هم که داشتی میگفتی فکر کنم اینترستلار باشه، فکر کنم اینترستلار نولان بوده داشتی میگفتی. خب آره، بعد حالا پیداش میکنم میذارم ببینن دوست داشتن. اگه جهان موازی نباشه اونه. آره همونه، راجع به جوانهای موازی همونه. ببین داستان چیه. توی قرآن یه جایی هم راجع به قیامت میگه فهو فی عیشه راضیه. ببین
داره دو طرفش رو میگه، چرا اون ورش رو نمیگیری؟ من دو طرف رو میگیرم. نه میخوام بگم اگه خود قیامت ذاتش ترسناک باشه همه باید بترسن، اما نه، یه فرصتیه خب برای اونی که خودش آماده نکرده ترسناک میشه دیگه. آقا شما الان نگاه کن، مثلا ما داریم یه کار تجاری میکنیم، خب ما الان مثلا یه کاری توی گل انجام دادیم، مثلا گلخونه داریم و گلدون داریم و این چیزا. حالا من حتی فکر کردم که فروشش رو اینترنتی کنیم. امروز دیدم توی بحث بود که توی این جلسه کرونا که تلویزیون یه سری اینا رو تبلیغ بکنه، یه سری شغلا رو. بریم تو بحث معادمون، بریم تو اون بحث. آره. میخوام از خیلی بحث برام جذاب. آره میدونم، میخوام اینو بهت بگم. ببین شما یه موقعیت تجاریه، یه کسی خودش آماده کرده، یه کسی آماده نکرده. اونی که خودش آماده نکرده خب معلومه وقتی میبینه که چه سودی رو داره از دست میده، حالش به هم میخوره، حالش بد میشه، بعد میگه بدترین سال عمرم بود. یه نفرم اون سال میگه بهترین سال عمرم بود. میدونی الان شما داکو کرونا اومده، جامعه ریخته به هم، اقتصاد فلان، همه دنیا یه عده بلدن بدون سوء استفاده با ارائه خدمات الان میتونن بهترین سودا رو داشته باشن. این میدونی چی بهت میگم؟ بدون سوء استفاده، بدون گرون فروشی، بدون کم فروشی، بدون استفاده از ضعف و گرفته، نه واقعا خدمات واقعی بدن به مردم و پول بگیرن، کاسبی کنن. مثل قضیه مایکل شوماخر دیگه، بهش گفته بودن چجوری تو ای فرمول یک برنده میشی؟ گفته بود سر پیچ همه ترمز میکنن، من گاز میدم. خب حالا سر پیچ خاطره تلخ دارن، همه اون خاطره خوب داره چون گاز داده، اینا ترمز کردن. من حرفم اینه، قیامت جای زشتی نیست. توی روایات ما میگه عروسی مؤمنه، چون تازه حقایق معلوم میشه، پرده ها میره کنار، حقیقتی که این همه ازش دم میزدی معلوم میشه. میگیم دیدی گفتیم کوهی نیست، دیدی گفتیم دشتی نیست، همش خودتی، ببین کوها اینه پنبه زده شده، دیدی گفتیم ستاره توی نور توی. من هم یه برداشتم از این بگم، کار من نیست، نه حرفمه، نه شغلمه، نه دین پژوه هم، نه چیزی. شاید هم حرفی که دارم بزنم ذوقی باشه ولی شبیه به حرف تو. اولا تو یه جمله گفتی که چرا فقط همش اون ورش رو گفتیم. بله، ما تمام این سالها به نظرم یکی از اشتباهات کمینه که فقط خوف دادیم، خوف. البته از اون ور من نگرانم که از این ور بیافتیم. امیرالمومنین میگه که لا تر از جاهل اما مفرطه ها مفرطه، یا در حال افراطه یا در حال تفریط. از این ور هم همش فقط امید، خوف و رجا، این نیست مفهومش اصلا. نه اشتباه نکن مرتضی. ببین این که اینا بدیشو میگن، من نمیگم بدیشو میگن، میگم اینا اصلا بد میگن، بدی نیست، اصلا بدی نیست، اشتباه میگن، اصلا بد میگن، اشتباه میگن. بله اگه تو خودتو آماده نکرده باشی فرار میکنی. میخواستم همینو بگم سید، دقیقا میخواستم همینو بگم. همینجا این آیه خطاب فرعون و کفار میگه که آقا اگر تا اون لحظه آخر به قیامت باور نکنی، بله اون موضع، اون لحظه بزرگی که داره رخ میده، کوها مثل پنبه های فلانو میان، حتما میترسی دیگه چون کافری، تا اون لحظه آخر باور نکردی. ولی اگر به این کافر نباشی ها قاعدتا برات خیلی ترسناک نیست دیگه. آقا ببین میدونی مثل چیه؟ یک پارچه روی دیواری چسبوندن و روش نقاشی کردن، نقاشی سبودیه و تو میدونی نقاشی سبودیه. یه عده اومدن پایین وایستدن و فکر میکنن این واقعیه. یه دیوار بلندی رو فرض کن یه نقاشی سبودی روش کشیدن، خب حالا یه نفر میره اون بالا نقاش باز میکنه تناباشه و این نقشه میفته. وقتی میفته تو که میدونی نقاشیه، نقاشی آقا ریخت دیگه. اینا فکر میکنن ساختمون داره میریزه، به هم میریزن. تو چون میدونی حقیقتش چی، اصلا به هم نمیریزی، یه نقاشیه دیگه، اومد پایین. من میدونم برداشت من به حرف تو نزدیک بود، حرف من همین بود. میخواستم بگم من همین برداشت میکنم. آره میخوام به شما بگم آقا اصلا قیامت رو بد گفتن، خوف و رجا رو بد گفتن. ببین خوف و رجا مفهومی نیست که، خوف از جهنم، رجا به بهشت، جفتش غلطه. خوف از جهنم که میشه همون ترسیدن، رجای به بهش که میشه طمع. خدا در ترس طمع عبادت نمیشه. خوف و رجا یه مقامه، یه میوه است، درخت محبتی میوه رو میده، اصلا دست تو نیست. شما عاشق کسی میشی نسبت بهش دو تا حال پیدا میکنی، چیکار کنم که قدردانش باشم و حالشو خوب کنم، زحمت هایی که برام کشیده رو بفهمه قدردانش بودم، چیکار نکنم که کفر باشه و حال اونو بد بکنم و نشون بدم که ارزش کاراشو نمیفهمم. خب
ببین شما حالا بذار یه مثال برات بزنم ببین چقدر جذابه. شما با یه کسی دوستی، ببین ما دوستیامون یه مرز داره. یه دوستی به من زنگ میزنه میگه آقا 200 تومن داری به من قرض بدی؟ من نگاه میکنم به دوستیم باهاش، دارم مثال میزنم، نگاه میکنم به دوستیم باهاش، میگم که خب مثلا این دوستی ما با این 200 تومن میشه، اشکال نداره. یه وقت به من زنگ میزنه میگه 2 میلیون داری به من بدی؟ من میگم، نگاه میکنم به دوستیمون، میگم که بذار من یه نگاه بکنم ببینم چه جوریه، بذار من ببینم که مثلا میشه نمیشه، میدونی؟ بعد میام حساب میکنم میگم نه، دوستی ما به 2 میلیون نمیخوره، میدونی؟ 2 میلیون نمیتونم بهش بدم. به این حالا اینو گوش کن، چرا فکر کردم 2 میلیون رو ساپورت نمیکنه دوستیمون؟ چون فکر میکردم این 10 تا منو دوست داره از 100 تا. بعد گفتم این 10 تا 2 تومن رو پر نمیکنه. حالا میرم تو همین اولوهشه، یه کسی میاد پیش من میگه فلانی رو میشناسی؟ میگم آره. میگه این خیلی تو رو دوست داره ها. میگم چطور؟ میگه فلانجا فلان معامله رو میخواستی انجام بدی جوش نمیخورد، این آشنا بود اونجا 1 ساعت ازت تعریف کرد، این باعث شد که اون سود رو تو ببری. یعنی من میفهمم این منو 10 تا دوست نداشته، 50 تا 60 تا دوستم داشته و به من یه خیر سنگین رسونده. اولین حالی که به من دست میده چیه؟ ترس از این که اخ من حرمت این دوستی رو نگر نداشتم. بله. ببین شما عاشق خدا بشی، هرچی از عشق خدا بهت بگن خوفت بیشتر میشه. خوف بله. چیه؟ این که من حرمت اینو نگه دارم، من نشون بدم که لیاقت این همه دوست رو داشتم. این اصلا ربطی به بهشت و جهنم نداره، بهشت و جهنم رو قاطی میکنه که اصلا نمیفهمن چیه. حالا من نمیخوام دیگه اذیت کنم یه چیزاییو، بابا واقعا یه مش چرت و پرتی به حرفای بی ربط زدن به اسم بهشت و جهنم. بهش عشرت کده است که هرچی تو دنیا گناهه اونجا حلاله، جوجوب شرابه، بیسچاری مستی، بعدم هر درخت میتکونی ازش حوری میریزه دیگه. بابا مسخرهشو در آوردین واقعا. این چه بهشتی درست کردین؟ یه عشرت کده حلال با خانومی و با قلیونی و قوری و حوری و قلمان رو دورت میچرخن و بابا نفهمیدی چی داره میگه. این میدونی مثل چیه؟ بعضی میگن اینا تو قرآن اومده. خب دیوان حافظ هم همش گفته شراب، گفته به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید. خب اگه واقعا ظاهرشه که پس حافظ یه آدم عوضی بوده که گفته شراب رو بریز رو سجادت اگه پیر مغان گوید، گفته اگر به دست دارد، اگر می فروشی که در او زهد و ریاست بهتر از آره نه نه چیز نه، اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل ما را به خال هندوش بخشم سمرقند و بخارا را. ترک شیرازی یعنی چی؟ من دیگه نمیخوام بگم یعنی چی. میدونی چی به دیگه؟ سید میگه که اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل ما را به خال هندویش بخشم سر و دست و دل و پا را. هر آن کس هرچه میبخشد ز مال خیش میبخشد، نه چون حافظ که میبخشد سمرقند و بخارا. حالا اون دیگه خسته که میخوام سید یه شب تفسیری خوف و رجا رو باز کنیم. آره یه شب خوف و رجا رو حسابی باز کنیم، چون میخوام یه ساعت که گذشته میخوام یه ساعت باز نشه که بتونم تو آی جی تی وی هم بارگذاری کنم. موافقی؟ باشه، نقطه گذاریمون باشه تو سر بحث خوف و رجا. کتاب معرفی کنم و فیلم. سه دو تا فیلم اگه اجازه بدی معرفی کنم. بگو که به نظرم بعضی یه فیلمیه که شما دیدی تو 2-3 شب پیش دورش صحبت کردی، فیلمی که چه رویاهایی میآیند، What Dreams May Come. تو دیدی فیلمشو که رابین ویلیامز بازی کرده، خدا رحمتش کنه، مرحوم رابین ویلیامز بازی کرده، شما دیدی؟ ولی ببینن بیننده ها، اون فیلم خیلی مرتبطه به بحثمون، به معاد خیلی مرتبطه. یه دونه فیلم استخوان‌های دوست داشتنیه، لاولی بونز، که پیتر جکسون بعد ارباب حلقه ها ساخته. این دوتا فیلم معرفی ما باشه برای فردا شب، جفتش به هم نزدیک فضاش، یکیش حالا فردا صحبت می‌کنم، شاید پس فردا. این دوتا آخرین بحثه ما درباره مرگ و معاد باشه. و شما کتاب و فیلم میخوای معرفی کنی یا نه؟ ببین من یه کتاب هست، خب یک رمانه به اسم بافته، خب این کتابه. بله به اسم بافته. بله بله. ببین اینجوریه، این رمان بافته اولین رمان این نویسنده، کتاب صوتیش هم هستش. ببین این داستان هست. 3 تا زنه خب در 3 نقطه جهان. من به نظرم این ترجمه نرگس کریمی نشر نیماش، حالا من صفحش هم اگه شد میذارم. ترجمه و چند تا نشر چاپ شده این رمان. آره من فکر میکنم اگه هر کی هر خانم اینو بخونه شاید بشه 4مین این 3 تا.
و فکر میکنم یک زلزله ای تو ذهن اینا راه بندازه. ببین ما تا نسبت به وضعی که داریم درمون زلزله ایجاد نشه دنبال یه سرزمین جدید نمیریم. بله. همینجا اتراق میکنیم و میگیم خوبه دیگه، با بد و خوبش هم میسازیم، ولی وقتی زمین زیر پامون میلرزه میریم دنبال یه زمین دیگه میگردیم. من به نظرم ما خیلی نیاز داریم ذهنمون رو خونه تکونی کنیم. آقا دیدی فرشو میذارن با چوب میزنن؟ فرشو نمیزنن، گرد و خاک رو میزنن، میخوان گرد و خاکش بریزه. این حرفایی که من میزنم، من نمیخوام دین تو رو بزنم، نمیخوام اعتقاد تو رو بزنم، نمیخوام خدای تو رو بزنم، من دارم گرد و خاکی که رو خدات نشسته رو میزنم، گرد و غباری که رو دینت، خرافاتی که چسبیده به دینت، ظاهر دینت رو زشت کرده رو میزنم. وگرنه من که خودم بچه مذهبی هم، خودم آخوندم، خودم جد آبادم، میدونی آخون بوده، من میخوام اون گرد و خاکه آقا بریزه. آقا کلی پیام میدن که این سید از خودشون نیست، آقا این سید از خود خودشونه. مراقب باشی حرفاشو گوش کنید، با ذهنتو تطبیق بدید. خیلی بزرگ اخوت. رمان بافته که میگی نویسندش یه خانومیه که خودش فیلمسازه، سید کارگردان، هم نویسنده است هم بازیگر هم کارگردانه. بلد. و خیلی رمان خوبیه. من اینم اگر یه عکسم از صفحه جلدش برای من بفرستی تو صفحه من هایلایت برات استوری کنم. دو تا کتابم من معرفی میکنم، یه دونه آشوب جهانی عشق پرفروش‌ترین بوده، آدورنو، خیلی معروفه، خیلی خیلی آشوب جهانی عشق. من یکی با یکی صحبت میکردم، بحثی بود که ما تو تمام عالم بگردیم سه تا ابهام بزرگ داریم، یکیش مرگه که ما این شبا داریم داشت صحبت میکنیم، یکیش عشق و یکیش تنهایی، که حتی به نظرم دین بخش زیادی از این خلاها دوباره این سه تا سوال رو پرسش میده. این کتاب 8 تا مقاله است، مقاله جامعه شناسیه که یکی از مهمترین مقالاتش دین، عشق، رمانتیک و خانواده است. خب چون عشق خیلی موضوع مهمیه، این کتاب خوبیه. یه کتابم از راسل بهتون معرفی میکنم، اصلا تیتر رو نگاه کن سید چقدر قشنگه، در ستایش بتالت، خوراک این روزای ما. خیلی کتاب مهم و جونداریه که اینم به علاوه مجموعه مقالات راسل بوده. حرفش هم نیست به بتالت بگذرونه، ولی میگه آقا میگه کار نکن، انقدر کار نکن، صبح پاشو کار کن، شب بخور، یه جایی به خودت فراغت بده، فکر کن، به خودت برس، تو که ساخته بشی تمدنت ساخته میشه. اونم کتاب دوم خیلی کتابه آقا مرتضی، خوبه، باحالیه. راجب فیلمی که با هم دیدیم، این فیلمی که دیشب دیدیم، فلت لاینرز کردیم، بله، من یه شعری که بخونم دیگه تموم بشه بحث، بخونه یا علی، بخونه. از مرحوم حسین پناهی، به به، خدا رحمتش، و واقعا این شعر چقدر این شعر خوبه. میگه من باید برگردم تا تو قبرستون ده قش قش ریسه برم، به سگ از شدت ذوق سنگ کوچیک بزنم، توی باغ خودمون انار دزدی بخورم، وقتی که هوای حلوا کردم با خدا حرف بزنم، آخه تنها من میدونم شونه چوبی خواهرم کجا افتاده، کلید کهنه صندوق عجائب لای دستمال کدوم پیر زنی پنهونه، راز خاموشی فانوس کجاست، گناه پای شل گاو سیاه گردن کیست، چه گلی رو اگه پرپر بکنی شیر بزت میخشکه. من باید برگردم تا به مادرم بگم من بودم که اون شب شیر برنج سحری تو خوردم، من بودم که اون شب شیر برنج سحری تو خوردم، تا به بابا بگم باشه نمیخواد کولم کنی، گندما رو تو ببر، من به دنبالت میام، قول میدم که نشینم خونه بسازم با ریک، دنبال مارمولکا نرم تا اون ور کوه، من میخوام برگردم. خیلی خوبه، خیلی خوب، خیلی انتخاب قشنگ، نل به نل خوابید به فیلم فلت لاینرز رو ببینید، هی پر دستتون میره. این دوتا فیلمی هم که گفتم ببینید، مکمله یه پکیج 5-6 فیلمه باحال درباره مرگ و معاد گفتیم و بحثا فکر کنم شیرین و بانمک. سید جون خیلی مخلصیم، خیلی نگران شدم سید، اولش دیر اومده بودی، زنگم زدم برنداشتی، خدا شکر اتفاقی هم زدم.